سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در بیانیه ای تعهد به مقررات روز جهانی زن را در تمام عرصه‌های جهانی الزامی دانست در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه ویز رسیده آمده است حکومت‌های جهان از طریق یک هیئت بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند تا زنان و دختران را در طرح توسعه انسانی که مدت زمان آن تا سال 2030 میلادی است شرکت دهند چرا که زنان نیمی از جمعیت جوامع مختلف را شامل می شوند این بیانیه ابزود سازمان ملل با اتکا مقررات وضع شده در نظر دارد تا با مشارکت جامعه زنان و دختران در عرصه مختلف بر فقر شدید چیره شود امری به یک بحران بزرگ در جهان تبدیل شده است مسلمان آزاده ادامه داد برای رسیدن به این هدف میتوان زنان را در زمینه مختلف همچون تکنولوژی، علوم روز، انجام اختراعات، فعالیت اقتصادی، امور اجتماعی و فعالیت های زیست محیدی مشارکت داد. سازمان جهانی نفی خشونت در برنیه خود افزود در همین راستا تصمیم گرفته شد که در روز 11 فوریه هر سال جلسه ای برپا شود تا درباره امور، طرحها و قوانین وضع شده به منظور توانبخشی و توسعه انسانی قشر زنان جامعه بحث و گفتگو صورت گیرد و بر مشارکت آنان در زمینه‌های دانش‌های مختلف انسانی و اقتصاد بین‌المللی تأکید شود. سازمان مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود آورده است ما از تمام ملت‌های جهان می‌خواهیم تا به مقررات این روز جهانی متعهد باشند و در عملی شدن آنها بکوشند چرا که تمام ادیان آسمانی و قوانین بین آن را تایید کرده و بر مشارکت همه افراد جامعه در تعیین مسیر کشورها و حضور مساوی در تمام عرصه ها تاکید می کنند.